با خنده آرا لحظات خوشی داشته باشید. با همکاری افغان تلگرام بیاین یک چیز نو صحبت کنیم. و بسم الله الرحمن الرحیم. آذرین بی نهایت گران قدر، پدران گران قدر، مادران گران قدر، خواهرای مهربان ما، جوانای گل با احساس ما، اطفال نازنین، سلام های گرم و گرم و گرم و صمیمانه خدا نثار هر یکتان تقدیم میکنم. امیدوار هستم با لحظاتی که با ما هستین دقایق شاد داشته باشیم. امشب بعد از سپری شدن یک هفته باز هم شما فامیلای گل و مهربان خود در برنامه خنده آرا خوش آمدید میگم، و کسایی که تلویزیون یک میبینین و شما فامیلا و شما عزیزای ما که در هر گوشه دنیا هستین تلویزیون یک میبینین، از کلتان قلبن و قلبن اظهار سپاس میکنم. میریم به سراغ یک چند جوک یا فکایی، بعدا میریم باز هم آهنگ های زیبای خدمت شما تقدیم میکنم. انشالله با هم یک جای خوش خواهد بود. میگن بچگه که مادرش صدا کرد که امید بیا که چرک شدی. امید هیچ گپ نمیفهمی. امید گفتم بیا کمام میبرم تا بیا کمام ببرم تا که چرک هستی. بیا بچه بیا کمام میبرم تا بیا. خوی تفلک آمد به پیشش گفت حالا من امام نمیرم، امام من چی کنم. بیا که چرک خوب نیست که نار هر جای ببینم. میگه که دیدی که یک متل دارن میگه الا زویا 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 خانهش دلب جویا، مادر چتل دارد اشتکای خود نمیشویا. خوی بیا که بچه این بوشویم تا گل مادر خود. چرا می تو بیگفتی میکنی؟ چرا اوقات ما تلخ میکنی؟ بیا حال نمیشم وی حال بان قرار گذی سایکو چه خواب گذی فران بازی سایکو چه خواب سایکو پین پرچه را سایکو. بیا پین پرچه سر تا خورد تو را چی با پین پرچه بیا. خوی بچه ها که برد در امام زنانه بود، ای بچگه که برد دمی امام که یک دفعه طرف همی جانک شکلوچ کرد، خب بچگه که خورد بود، یک دفعه طرف همی خانما و یا که سعی کرد گفت مادر وی ای خالگه کوکلش هم رنگ توستک مادر. چاب گم شا چاب بلا ببرید چاب چطور چشمت پایان که گم شا سعی نکن. حالا چرو حالا هم مر به زور آوردی حالا هم سعی نکنم. سعی نکو که بد است، باز میگنی بی تربیه است. حالا ما خود سعی نکدیم. خوی بچگه که برد در داخل امام، در داخل امام که برد ایر در سرک شو گرم انداخت و کیسه را گرفت دیگه مترکایی را کیسه میکنه و مترکایی دیگه این بچگه که مترکایی طرف یک خانم سرسفید سعی کرد و خانم گفت بیچی گم شا کور کو قدا گم شا کور کو گم شا بلوز بعدی کور کو گم شا قدا. یک دفعه گفت مادر سایگو اونو خالگه که سایگو بود من میگه خدا گرگو خدا چرا گرگونم بگو تو خدا گرگو طرف ما سایی نمو. خب بچه این راست میگه سایی نکو بد است گل مادر خود کل اگی مادرکت است کل خوارت است خوب سایی سایی نکو بعد از بچه ایم حالا ما خود سایی نکدیم حالا هم دمام آوردیم بزر هم حالا آدم سعی نکنه این طرف و طرف سعی نه. چوب گپ نزن مرا که پایای تا سنگ پای کنم مرا بته. خب پایا از زیر سنگ پای کرد تصادف این طرف سعی کرد که یک دونه دختره که چوچه هم سن سالش است در هم سن سالش است یه دفعه طرف از او سعی میکنه
صابون کار داری؟ صابون کار داری؟ دخترک بگه نه. رشویه کار داری؟ نه. بیایم پشت تا کیسه کنم، پشت منی تا کیسه. یک دفعه دمی اسنا مادرش سعی کرد بنا ببرید سعی کنم شوی طرف سعی کنم اون هم آدم به زور دمام میاری، هم آدم چشم خدا او نتا. میگن که خانم رفت پارتی، خانم پارتی رفت و دمی اسنا دید که در خوب سعی خانم هاست، کلگی یک باغ بسا کلان از دگه پارتی خانم هاست. این خانم دگه همه ترکایی نام خدا چاق آمز دگه خوب سعی چاق دگه چی اگارایش هم کده که به به یک آرایش کده دگه قربانتان شوم دگه هر نام خدا دگه همه تو اگارایش هم کده دگه می عرق هم کده می آرایش هاست دگه می ریمل هاست که از بغلای چشم سر کده این دگه همه تو نام خدا همه تو دگه را میره. یک دفعه خوارخوندهش گفت که خوارخوندهش دیگه لاغری گک بود گفت که پروین جان چه میکنی که حالا قدر میگردی؟ خوارک جان از همی خاطر آمدیم که دکتر گفت که بگرد که یک ذره هم بر فشار فایده داره، هم یکی در خانه دمپخت شدم. خوار جان کل قوم و خیش بر آمد، کلگی خارج رفتن، از ما کس کوی نمانده دگه، از غم هم پون دیدیم. همی دکتر بر ما گفت که تد زیاد تشویش هم که کدی، همی زیاد تشویش جگرخونی هم یکی را خشک می سازه، یکی را لاغر می سازه. این خوارخوندهش گفت برا انت چاخ ساخته خوار جان که توبه، اگه یک کمک برو دگه هم تشویش کنی می کفی. یک دفعه دمی اصنای خوارخوندهش گفت خوار گمش که کت ما مزاق نکو، که تو مزاقا مره خوشم نمی آیا، خی برو تو طرف چکرک تا بزن، من این طرف چکر می زنم یک سات مردم هم می بینم، باش که اگر کدام فامیل خوب باشه پیدا کنم کتشان یک چند دقیقه بشینم، کتشان یک سات خدا تیر کنم گپ بزنم. تصادفی خانم این طرف آمد که دمی اسنا دیگه اینجا یک کس چندان اسب آورده کسایی که میخواین برای تفریح اسب سواری کنن، امیر خصوصا طبقه جوان امی خوش دارن که اسب سواری کنن، این گپا این را برای کرا دادن که یک قدم پارک بزنه. یک دفعه دمی اسنا آمد گفت بیادر جان امی اسبت اسبت مرا اسبت خود تر صندوق نیست. این نفر سعی کرد گفت که نه خوار جان اسب تر صندوق نیست، مگم اگر طرفش سعی نکنی خوارک گل، اگر طرفش سعی کدی اسب یاغی میشه. چرا اسب یاغی شوه؟ خوار جان کارت نبیایه در یارایشه که تو کدی امیال من ترسیدم، اسب خود چشمایش یک راست هم میبینه، اگه این طرف سعی کنه مرا میلا داد ترا میلا داد زنده می پارکم خاطر ایلا کرد اسب باز کی گیر کنه. یک وقفه کوتاه میریم و دوباره بر میگردیم با یک آهنگ ناب و شاد به خدمت شما بزن. ادامه لحظات شیرین خنده آرا به همکاری افغان تلگرام. بیاین یک چیز نو صحبت کنیم. و دوستان عزیز، فامیلای بسا، گل ما گران و خویند و مایند و ارون و مشران و کشران و گده گده سلامونه تاست و لنده کمم خدای دو وقت زما سندر تاست اجرا کنم تاست خوخ بشین. قربان دستم دیره میره بانی.
اوزار گرامی و هموطنهای گل و مهربان من، خدا کنه که از آهنگ که من خواندم مرا به بزرگواریتان ببخشین. اگر سوا خطای میشه در هر آهنگ، بعض شعرها و بعض یگان بعض شعرها اگر چیز میشه از شما مرا به بزرگواریتان عفو کنین. امیدوار هستم هدف ما ایست که شما لذت ببرین از دقایقی که با امرای ما هستین با برنامه خنده ها را، لحظات خوش را سپری کنین. امیدوار هستم دوستای عزیز، فامیلای گل و مهربانه که امیل ازت تلویزیون یکم میبینین، امیدوار هستم که لذات خوش را سپری کنین با برنامه خنده ها را. و جوانای نازنین، مسیج ما برای جواناست که یک در خوارکای مهربان ما، یک در دخترای نازنینه که در داخل شهر میگردن، یک در جوانای ما اذیتشان میکنه. امیدوار هستم که یکمک وار خود کنترل کنن. بسیار زیاد مشکل است که آدم بتانه که وقتی که یک روی اجتماعی را آدم روز به روز بیاموزه، هر فامیلا، هر کل فامیلا همه وجود یکی دیگه هستند. امیدوار هستم که جوانای نازنین، خوارکای مهربان ما را، عزیزای ما، نور دیده های ما که یکمک وار آزاد کمک وار مبراین بیرون، یک ذره سودا یک چیز میگیرن. امیدوار هستم که باعث اذیتشان نشه، که چرا بعض ها یک قسم یگان سیل هست نه؟ یکی خو سیل هست، یکی دو سیل هست که به مو سیل آدم هم میخوره. امیدوار هستم که به او شکل شما سعی نکنین. یک وقفه کوتاه میریم و دوباره بر میگردیم با شما فامیلای گل و مهربان خود. ادامه لحظات شیرین خنده آرا به همکاری افغان تلگرام. بیاین یک چیز نو صحبت کنیم. و عزار نهایت گرامی، فامیلای گل مهربان من، میریم به سراغ یک فکایی دیگه، یک جوک دیگه. امیدوار هستم لحظات که با ما هستین دقایق شاد را سپری کنین. میگن که طفلک نصف شو خیست، اما ترکایی گریان، یک دفعه می خو چیخ زد که اما ترکایی شروع کرد به می گریان که تشنستم 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 یک دفعه مادرش وار خطا خیست، چاپ گاله کنن از خومی خیزانی چاپ تشنستم 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 تشنستم. حال مادرش وار خطا خیست بیچاره، حالا چاپ باش قرآن بزنید چاپ کلکی را از خواب بیدار کردی، تشنستم تشنستم بلا بزنید چپ غالد گوی نه برای دستی او میارم چپ جان مادر که کلکی تشنستم 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 تشنستم. حالا رفت بیچاره مادرش برش عاجل دویده دویده کلکی بخیزه. خب مادر با مادر کلانم بدخوی، بابا کلانم بدخوی. یک دفعه دمی اسنای مادرکش عاجل رب برش هوا آورد، برش کمی هوا کمی آورد، دمی هوا مترکایی قرد قرد مترکایی هوا قرد قرد خورد. یک دفعه باز شروع کرد تش نبودم 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 تش نبودم. عزار نهایت گرامی و فامیلای گل و مهربان ما، میریم به سراغ یک جوک دیگه. میگن که دو تا خور خونده بود، بسیار زیاد یکی دیگر را دوست داشتن، بسیار زیاد یکی دیگر را محبت داشتن. تصادف یک خور خونده رفت حج رفت، حج رفت حج کرد، از حج که پس اثر آمد دیگه مصروف هم زندگی و هر کسی که می آمد هم ترکایی
سابق که می آمد در مترکایی سلام چطور هستین؟ خوب هستین؟ چیال دارین؟ خانه خیرت؟ این که هج رفت پس سر که آمد مطلق دیگه آوازش هم تغییر کرد و کلگی دیگه خوب هستین؟ چیال دارین؟ چطور هستین؟ خوب هستین؟ کلگی خوب هستن کلگی حالا می هر کسا می دید فقط می گفتی که اشتکار رو به بابا نشان بدی دیگه کلگی آخر یک خوارخوندهش گفت خوارک کلگی دیگه هر چی کده دیگه توت به این شکل دیگه ترکایی هم نکو دیگه هر کس دیگه قدر هر کس هم دیگه قدر شیر حرام نخورده که طرف کس سعی کنه او کسی که شیر حلال خورده باشه هیچ وقت طرف فامیل خود سعی نمی کنه هیچ وقت طرف خوار مادر خود سعی نمی کنه باز کلگی یک بند هزار بند روز بچه ایورم آمده طرف سعی کده ما ترکایی یک قسم چشمای تا پایان انداختی باز بچه هم آمد بیچاره او بچه که با خدا با نماز او بچه که همیشه خدا را یاد میکنه آدم یک کمک کنه یک ذره خود کنترل کنین دیگه یک ذره تو هم خونه میشه کلگی خانه خدا رفت قربانش هم از کل فامیلا خود روی بگی و از اونجا با خود ولازی تو راست ولا تو راست تو را کو یو تو راست تو راست قربانش هم پشت از این گپ خورک به تو غرض نیست ما هیچ خود ما خورک خب دلت به ما غرض نیست ما قدر ما گفتم تا به خاطر از این که وقتی که خداوند پاک آدم در یک جایی که میره آدم کت خدای خود حد میکنه که به شوی خود خیانت نکنه به زن خود خیانت نکنه به مردم مظلوم که پیسیش قرض میگیره پس بته به یک فامیل خود اذیت نکنه غیبت نکنه چی کنی که حج بری پس از سر بیایی حالا خمید دین روز خودت کتمه نبودی چقدر غیبت کردی خو غیبت نبود خو گپ دلم بود که خو اینم غیبت از دیگه غیبت خوش خودم نداره که گپ دلتا گپ یا گپایی میزنی گپ خوش خودت میایه خو دمی اسنا یک گپ تیر شد یک دو روز بعدش ای خوار خوندش دمی سر بام دیگه دمی سر بام بالا شد از کوچه را سعی میکنه که دید که یک دفعه همی بی بی آجی میره کدام جای میره صدا کرد طرفش بی بی آجی؟ بله بی بی آجی سلام چطور هستی؟ سلام چیال داری خوب هستی؟ چیال داری خوب هستی؟ ساعتت خوب است کجا میری؟ میرم چیز میرم 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 نماز جمعه میرم امام میرم که امروز روز جمعه است بی بی آجی امروز روز جمعه نیست که امروز روز سه شنبه است روز جمعه اینه سه چهار روز بعد دیگه است امروز روز سه شنبه است این بی بی آجی گفت حالا خیلی خدا بذاره آجی را مرا بازی داد که شو شو جمعه است میگن که یکی از هموطنای ما تجار بسا کلان بود تجار بسا کلان بود میرفت تجارت میکد هر جای میرفت چیزای انتیک میخرید و به سبب بزنسش نام خدا بسیار زیاد دمت بزنسش بسیار زیاد دمت رشد کرد که عطایی موزیمای مملکت ها را میخرید خرید میکد یک دفعه دمی اسنا یک دانه موزیم خرید برای خانم خود تلفن کرد که شهلا 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 از اینجا گوشی رو برداشت چی میگی بلا باز چی کردی جوان عمر چطور هستی خوب هستم عزیزم چیال داری خانه خیرت است اولادا چطور است چطور است دخترک چوچیم چطور است خوب از دیگه یادت میکنه دقش در پشت دست هیچ نارم نمیخوره خب بیا دیگه چی میکنی بر پدر قدر بزنس هم نالت دیگه بیا چی میکنی که ما هم دقش دیم پشتت خودت خب میفهمی که یک دقیقه دور باشی دوری تا طاقت ندارم عزیزم خب ما هم مجبور هستم از خاطر شما ما اینمات خودم مسافر ساختیم بسیار زیاد یک موزیم بسیار کلان مقبول خریدیم که بسیار دیگه اما تو چی داره در اون موزیم چی داره؟ در اون موزیم هر چیز که بخوایی از چیزای انتیک بسیار زیاد است یکانه چیزی که اتا چهار اتاق داره خالی یک چهار دانه
انتیک کار دارم که دو که اگه شوه بیادرهای تروان کنی که موزیم هم دگاه مقبول بسازن. خب خیره فرق نمیکنه، حالا بیادرهای من نیست، همونجا در چهار اتاق داره، در چهار اتاق در یک اتاقش مادر تپرتو، در اتاق سه اتاق دیگه سه دانه خواره تپرتو، که بسیار زیاد اونو هم از بیادرهای ما که در بطر انتیک هستن. ولا بزنید، ولا بزنید. راستی که یگان آروسا امترکایی یکی خواه بسیار زیاد امترکایی یگان تا امتر یگان تایش یکمک واره قخ داره، یگان تایش سعی آبرومندانه در امتر قخهای بلست بلست داره. تو جوالور که از امو بلست بلستیش هستی، تو هم از امو داماتکای قخکی و بلست بلستیستی. بیایی دگه که بامان خدا. دوستان عزیز، فامیلای بسا گل مهربان من، یک جوک دیگه میگم براتان، بعدن میریم یک آهنگ مست و دلشاد با شما عزیزا میشنویم که لحظات خوش را سپری کنید. میگن که دو دانه خوارخوندا رفتن برای میله، برای میله رفتن دیگه، اما تو یکی دیگر دیگه دستار در گردن انداختن دیگه، اردوگکشان دیگه در پغمان هم رفتن دیگه، دستار در گردن انداختن دیگه، هر چشم است که طرف از یا سعی میکنه دیگه، هر کدام که تیر میشه سیکو چوچای پریره این دخترها دیگه دستار در گردن خاک دان سر از یا سعی دارن برکم شد خاک در قوارید چی رو سعی داری؟ برکم شد طرف را خاک در قوارید برکم شد و دیگه ایش را سعی کن براگم شد تو کت از ریش در کفن برکم شد طرف سعی نکن ریش را سعی کن قوارید را سعی کن شد برش رفت و دیگه حالا ما که ریش داریم سعی نکنیم، ما که ریش داریم چشم نداریم، ما که ریش داریم دل نداریم. تو پریده کی سعی را بکنه؟ او سرخی از یه اندام چوب دام خدا، خدا این را تو جور کنه، این کل پخمان روشن کردین، کل پخمان و خدا کل پخمان روشن کردین. آه والا سیکو خواه از این طرف هم می طرف یک دفعه این دوگه هر دوگه که از این یک دفعه بخور خوندهش گفت گفت که بخیالم که یک قسم دلم تاومیتا دلم تاومیتا چطور کنم؟ خوار خال دل تا می تخیب یک بریم تشناب بریم یا رفتن تشناب رفتن امی خورخونده از این گرفت امی چادرک خود واز کرد پنجابی خود دمی سر امی چیز انداخت در سر دیوال امو تشناب انداخت چون تشناب چت نداشت نصف چادر او طرف رفت خود دمی اسنا یا بر آمدن از تشناب که بر آمدن خورخوندهش گفت گفت که چقدر تشناب لکس بود میفهمی؟ ما قدر خوشم آمد که توبه این تشنابا چقدر گرچی چت هم نداشت همی قاغذ تشنابش بیخی هم رنگ چادر تو بود وی قرآن بزنید از چادر مست یک وقفه کوتاه میریم و دوباره بر میگردیم با شما فامیلای گل و مهربان ما با شما نور دیده های ما اطفال نازنین ما خو اقدر کیف کردم اقدر از این آهنگ لذت بردم که به افتخار هنرمندای محبوب و نازنین ما اسد جان بدی خوب سعی کف بزنید که آهنگ از اسد جان بدی هنرمند محبوب و خانم لیلای نازنین لیلای فروهر و عبیب جان قادری ای آهنگ در کنسرت ها بسیار زیاد درخشیدن بسیار زیاد ما هم به یاد کنسرت های لس آنجلس ای آهنگ خدمت شما عزیزاش خدمت شما نور دیده های خود تقدیم کردم البته با دو آواز قربان شما میریم به سراغ یک دو سه جوک و فکایی دیگه بعدن با شما عزیزا خواهد بودم میگن که دو تا خانما بیچارا دیگه
مضمون نداشتند در رفای امریکا. اولادام رفا روسی کرد، دخترام رفا روسی کرد و بچه هم روسی کرد. یه اردوگه که از یاد اگه دو دانه سگ داشتن، دیگر دوی از یاد اگه در یک مجلس دیگه برای سگای خود تعریف میکنن، از سگای خود لاف میزنن. یک دفعه امی خانم لینا میگه که در اونجا کوکوگل و بوبوگل و قندیگل و ایگپا در اونجا مود نیست، در اونجا دیگه کلگی همون نام اصلی خود میگیره. سابقا بود که در افغانستان یک دختر بیچاره آرسی میکرد، یک چند روز که از آرسیش تیر شده بود باز دیگه همون خوشیش میگفت که امی نام تا امی نام ماری جانه کوکوگل نمانی. باز بچه که بیچاره قندول مقبول، بچه جوان صحیح، نامش بهترین نام، نامش سمیر، نامش شعیب، نامش حمید. باز نام از او بیچاره را میگفتن بیا می لقب امی جانم آقای خرد نمانیم. دیگه کلان از دو جوان مقبول و نازنین اینا چیزای جور میکنن که آدم راستی واقعا بسیار زیاد چیز میشد، به حساب متاثر میشد. خوروی هم رفته این خانم، دو تا خانم ها دیگه طرف اروپا و طرف امریکا زندگی میکردن. اردوی از اینا یک دو دانه سگ داشتن. این دیگه اولی خانم اولی دیگه به خانم اولی برای می خانم دومی گفت که خورک دیگه. البته از امو مردم های قندول و میربان ما بود، از امو کابلی های وقت ما دیگه به اما تا صحبت میکردن یکی دیگه خود خورک امی سگ تو چی وظیفه داره؟ سگ تو چی وظیفه داره؟ یک دفعه گفت که ولو سگ ما خودش میخیزه تشناب میره، صبح که میخیزه تشناب میره، تشناب که بگیریش غو غو میکنه. و دیگه این طرف بازار که میرم امرایش بسیار زیاد آرام که هر کس بسیار مهربانی میکنه، یعنی بسیار زیاد یک روی بسیار خوب داره. یعنی اوتو سگ دیگه فکر نکنم که اوتو سگ و دیگه یک چیز بسیار جالب که سگم هم بیت میخونه هم رقص میکنه. بیا مایکی بیا. این مایکی که همی آمد یک دفعه گفت که این خانم که مایکی که آمد برو مایکی سعی کن بچه بخوان الان شاکو کجا نمیخوانم الا شاکو کجا نقنداری را قربان یک دفعه گفت الا خوار بیخی یک تک سگ تو بلاست چونه من سگ ما میاد داره بایده سگ ما باز کارا را یاد نداره سگ ما رقص میکنه بیا مشتک بیا که یک دفعه مشتک کنم بیا جوانه مرگ بیا این جوانه مرگ که مشت میکنم تو خوشم میای یک تک پت از روز مشتش کنم غیر گوزش رفتم تا رکایی بسو جوانه مرگ است که خوارک جان دیگه یک ذره کنترل کوی دستای تو پالوانا واره سوره خود رکایی کنی گوزش دبر میره خوی این سگکای اینجا خود چیز نیست مثل که یاد خان آقا بخیر در افغانستان خارجی ها برآمدن یک دونه سگک بنجر برش دادن همی خانم از یه قدر بی صدیقه بود خدا بیامردش فوت کرد رفت هم سگ بیچاره را نه نان میداد نه او میداد اونم هر کسی که یک ایوان عزت نکنه غضب خدا سر فامیل آدم میآید سر اجتماع آدم خدا نکنه یک گپ دیگه میشه باید از ایوان است از کدی خداست باید از ایوان آدم احترام کنه ایوان به این خونه سال اکثریت را ببینی خوارک گل در افغانستان خصوصا این مردم هایی که یگان تا را نامش نمیگیرم سگاره که جنگ مندازن الا من فیلم ها را دیدم به خدا ایران ماندم یک جیگرم خون شد ات سگکار ایوان ها را جنگ مندازه بازوره میگه برو پدر بگیریش برو پدر الا خدا نشان نتا چو تو سگاره سیر میکنن یا توبه ها الوار چی کنیم این سگ مره سگ مره بیا مشت بیا بدو مشت بدو تشناب برو تای تکو پس بیا بدو ایشی این دیگه رفت دیگه ترکوهی و ترکوهی کده رفت گفت سعی که خوالک چطور؟ سعی که تم چطور؟ آقا مست بوانم
بلایی را بزنم. مشت بیاد اگه گمش که کل دکموت ما چطلی نکنه خور جن. نمی کنه خور سکو با کدنش تا آدم بار باک میکنه این ترک هایی بازور میگیره دو چیز مندازه. قربان شما. یک وقفه کوتاه میریم و دوباره برمیگردیم با شما فامیلای گل و مهربان خود که همین لحظه تلویزیون یک نگاه میکنیم. دوستان عزیز، یک عالم تشکر از حوصله افزایی شما. امیدوار هستم تا لحظاتی که با ما بودین دقایق خوش را سپری کرده باشین که انشالله که کردیم. و جوانای نازنین، فامیلای گل و مهربانه که مرا دوست دارین، ما هم شما را دوست دارم. خواهرای گل ما در هر گوشه دنیا که هستین و ما قلبا بسیار زیاد ناراحت هستم از دوستای فامیلای گل و مهربان ما که در تپه ها و در کوه ها زندگی میکنن در چهار اطراف شهر. امیدوار هستم از دولت خواهش میکنم که زیافتر او کسایی که در کوه زندگی میکنن، ما قلبا راستی واقعا یعنی برشان به نهایت ناراحت هستم که آیا اینا وسایل هست که اینا او ببرن، آیا دوات چطور میکنن، آیا امیر رای رفت آمد از اینا چطور میشه. امیدوار هستم که خداوند پاک دولت ما را پایدار بسازه که توجه اول برامی مردمی که در قلعه به حساب در تپه ها و در بالکوه ها زندگی میکنن امرای از اونا کمک کنن. در دمو تپه ها باید از درمنتون جور شوه، ماینه خانه جور شوه، به خاطر از اینکه تنهای ما تا از اونجا پایین میشن، خدای ناخواسته اینا مریض میشن، اینا بسیار زیاد زندگی دشوار است. امیدوار هستم که دولتمندای ما توجه خاص به این هموطنای گل مهربان ما که در تپه و کوه زندگی میکنن توجه خاص کنن که انشالله که میکنن به امید خدا. میریم به سراغ یک جوک دیگه. امیدوار هستم که مورد قبولتان قرار بگیره. میگن که یک نفر بیچاره را امیر رفیقایش صدا میکرد که نامش میدین بود، یک کمک رو سادگک بود، یک کمک رو ترکایی که هر کس که میدید چطور هر رفیقایش میدید یا یک دوکاندار یا کس میدید میدین خان چطور هستی؟ دیدگه ترکایی نام از این بیچاره را غول میدین ماندن. امی هر جایی که میره دیگه کل اگه امی فامیلام همی هر کسی که غول میدین بله چطور هستی خاله خوب هستی چی حال داری؟ خوب هستم چطور هست اولادایت؟ خوب هست غول میدین خاله خب غول چرا میگی؟ کشتی ما را. خوی غول میدین بیچاره دیگه چی کرد؟ رفت پیسه جمع کرد کار کرد و بیچاره یک چند رو پا قرض کرد از این دوستا و این گپا که غول میدین بیچاره رفت حج رفت. یه حج رفت، وقتی که حج رفت پس از سر که آمد هم یک چند تا رفیقایش او غول میدین چطور هستی چیال داری مبارک باشه آجی غول میدین آجی غول میدین. یک دفعه به عدد بیچاره مترکایی بسا قار شد گفت ختم کرد کل همی فامیلا را خواست. گفت من ختم کردم از همی خاطر شما را خواستم که بخونین پردین ندرون آیتان دیگه من از امی خاطری خدم کردم که دیگه خانه خدا رفتم از امی خدا بشرمه دیگه من غول میدین نگوین آجی میدین بگوین آجی میدین بگوین دیگه از ایباد صدا کنین آجی میدین. من میگم جان من خوش میتازین که من پیسه ملال شد من حج رفتم آجی میدین. یک دفعه یک رفیقش صدا کرد خدا صاحبم چی چی کسا را حج میخوایم والا خو خواسته دیگه داد خداست دیگه من از این باید صدا هیچ کس نکنه غول میدین آجی میدین آجی میدین آجی میدین خلاص آجی میدین. یک دفعه دمی گب زدن بود که خانمش از خانه دیگه صدا کرد که غول میدین بیا چای ببر. یک لوده
لوده مجاز بود از یک لوده دیگه پرسان کرد که از یک لوده دیگه پرسان کرد که چند تا اولاد داری؟ این لوده دیگه گفت که مال خدا مال خدا مال خدا مال خدا ویس الدین غوث الدین مال خدا غوث الدین ویس الدین قیس الدین آلی ویس الدین و قیس الدین گفت آلی چوچگک گفت گفت این چوچه بچه ام نیست تک بچه همسایه از خانه ما آمده خویام در جمع بچه محساب دوستان عزیز فامیلای بسا گل و مهربان ما که تلویزیون یک دیدین برنامه خنده ها را قلبا از کلتان هزار سپاس میکنم تا برنامه دیگه شما را به خداوند پاک میسپارم شبهایتان برات و روزهایتان عید دور از غصه و غم باشید تا خنده آرای دیگر به همکاری افغان تلگرام بیاین یک چیز نو صحبت کنیم و